با سلام به بینندگان عزیز، به تماشای برنامه خط آتش نشستید. من علی جوادی هستم از حزب کمونیست کارگری حکمتی است. با درود به شما، من هم فؤاد پاشایی هستم از حزب مشروطه ایران. خط آتش یک برنامه سیاسی است، برنامه‌ای برای رو در رو قرار دادن نقطه نظرات چپ و راست در جامعه جهت انتخاب آگاهانه، مطلعانه، نوع حکومت و نظام حکومتی پس از فردای سرنگونی شیرین جمهوری اسلامی. در این برنامه شما جدل نقطه نظرات را مشاهده خواهید کرد، جدلی متمدنانه با فرهنگ، نمونه و گوشه ای از آنچه که در فردای سرنگونی جمهوری اسلامی باید در جامعه مستقر شود. در برنامه امروز به مناسبت 11 اردیبهشت، روز جهانی کارگر، اول ماه می، ما به بحث و طرح نقطه نظرات متفاوت در قبال این روز می‌پردازیم. چگونه باید به استقبال اول ماه می رفت؟ مطالبات ما در قبال طبقه کارگر در جامعه چیست و آلترناتیوهای موجود در این قبال چه می‌گویند؟ آقای پاشایی، اول ماه می 11 اردیبهشت. اول ماه می 11 اردیبهشت طبیعتاً هر سال روز کارگر است. ولی خب برعقیده من دیگر در جهان مدرن امروز معنی کارگر عوض شده. یعنی شما دیگر وقتی صحبت کارگر میشه، اون کارگر سنتیه که در یک مثلا معدن زغالتن کار میکنه و به حساب زحمت میکشه و کارفرما به حسابش زور میگه نیست. البته در جمله اسلامی زور گفته میشه هنوز، با اینکه بعد مواد، ولی امروز برعقیده من ما میتونیم وقتی صحبت کارگر میکنیم یا اول ماه می رو میکنیم، تمام کسانی که حقوق بگیر هستن، به نوعی کارمند دولتن، کارمند شرکت‌های به حساب معمولی‌ان، الزاماً نباید حتما کارگر کارخانه یا به حساب صنایع تولیدی باشن. حتی من معتقدم کسایی که در صنایع فیلم کار می‌کنن، کسایی که در بیمارستان‌ها کار می‌کنن، کسایی که در رستوران‌ها کار می‌کنن، همه اینا با میشه به دقیقاً کسانی که مزد بگیر هستن و حقوق می‌گیرن در این چهارچوب قرار می‌گیرن، کم یا زیاد بستگی به مقدار به حساب چاپ زور اون صاحب کار داره. به خصوص در جمهوری اسلامی که هیچ قوانینی برای دفاع طبقه کارگر وجود نداره، برای دفاع طبقه به حساب زحمت کش وجود نداره، برای دفاع طبقه توده مردم وجود نداره و مردم عادی از هر نوع پشتیبانی دولتی و پشتیبانی قانونی به حساب محرومن، و بلکه طبیعتا در اون کشور فقط قوانین به جوری نوشته می شود که به نفع حاکمان به کشور یا آقازاده ها باشد، یا اگر نوشته نشود رسما طبیعتاً در دادگاه ها یا در مراجع قانونی به اونها پوان امتیاز داده خواهد شد. و من معتقدم که روز اول ماه می رو همه کسانی که به حساب در ایران کار میکنند و کارمند هستند و چه دولتی چه بخش خصوصی میتونن متعلق به خودشون بدونن، و این روز اول ماه می متعلق به تمام کسانی است که به نوعی کار میکنن و زحمت میکشن و توقع دارن که در برابر دستمزد عادلانه بهشون پرداخت بشه. اول ماه می روز جهانی طبقه کارگر هست، روز کارگر، روز جهانی طبقه کارگر، و روزی هستش که کارگران همبستگی خودشون رو در جامعه به نمایش میذارن، روزی هستش که همبستگی خودشون رو به مثابه یک طبقه جهانی، نه طبقه تقسیم شده به برفرض کارگر ایرانی، کارگر اروپایی، کارگر هندی، کارگر آمریکایی، بلکه به مثابه کارگر هویت طبقاتی خودشون رو و همبستگی خودشون رو در مقابل طبقه سرمایه‌دار در جامعه و ستم و استثماری که طبقه سرمایه‌دار بر کل مزدبگیران، بر کل طبقه مزدبگیر در جامعه، چه کارگران خدمات، چه کارگران تولید کننده، چه کارگران بیکار، چه پرستاران، چه معلمان و غیره، به اصطلاح به میدون میاد. اول ماه می رو من دوست دارم به نوبه خودم به همه کارگران، به مردم آزادی خواه، به تمامی کسانی که برای یک دنیای بهتر تلاش میکنن تبریک بگم. اول ماه می یک روز اعتراض در عین حال در جامعه هست. روز اعتراض در درجه اول بر علیه نظام اقتصادی سیاسی حاکم، یعنی سرمایه‌داری حاکم، یعنی نظام جمهوری اسلامی حاکم. اول ماه می روزی هستش که کارگران علاوه بر مطالبات و فوری و خواستهای خودشون مبنی بر افزایش دستمزد، مبنی بر بهبود شرایط کار، مبنی بر امنیت کاری و شغلی، مبنی بر بیمه های بیکاری، مبنی بر آزاد بودن تشکل های واقعی کارگران، تشکل های مستقل کارگری،
آزاد بودن تحزب کارگری، آزادی تجمع و آزادی اعتصاب، در این حال خواست پایه‌ای خودشون رو در مقابل این نظام مطرح میکنن و اون اینکه چرا کارگر علارغم اینکه تولید کننده ثروت جامعه است، کارگر و چرخ جامعه بدون وجود و تلاش کارگر در جامعه از حرکت باز میسته، چرا سهم کارگران از جامعه، از محصولات و مواهب تولید شده در جامعه حداقل موجود هستش و چرا دستمزد نه تأمین کننده نیازهای یک زندگی انسانی برای کارگر و خانواده کارگری، بلکه اساساً دستمزدی هست که بتونه قوت لایموتی به کارگر بده که بتونه قوای فیزیکی خودش رو برای کار کردن مجدد و سر کار حاضر شدن رو فراهم بکنه، نه اینکه از رفاه برخوردار باشه، از معاش مناسب برخوردار باشه، از مسکن مناسب برخوردار باشه. و این سوال در مقابل جامعه قرار میگیره که چرا کسانی که تولید کننده هستن، چرخ جامعه از تلاش و حاصل دسترنجشون به حرکت در میاد، خودشون در زمره محروم ترین بخش های جامعه هستن. و وقتی از کارگر در این جوامع صحبت میشه، از طبقه فروده است، از محروم، از کسانی که باید در بیغوله ها زندگی کنن، از کسانی که باید چند کار کنن معاششون رو بگذرونن صحبت میشه. به این اعتبار اول ماه می روز اعتراضه، روز اعتراض بر علیه انواع ستم ها، استثمار و این نابرابری عظیمی که در جامعه موجود هست. و بحث بر سر این هستش که اگر دنیا در دست آلترناتیو کارگری باشه، اگر دنیا در دست آلترناتیو کارگری باشه، آیا دنیای بهتری نخواهیم داشت؟ آیا زندگی بهتری همگان، تمامی شهروندان نخواهند داشت که بتونن بر مبنای توانشون به تولید اجتماعی جامعه اضافه کنن و بر مبنای نیازشون از محصولات تولید شده بهره برداری کنن و یک سازمان تعاون همگانی برای رفع نیازهای بشری به وجود بیاد؟ آقای پاشایی، خیلی ممنونم. من میگم که امسال اول ماه می در ایران تندیگاه های مستقل کارگری دعوت به یک گرد همایی کردن در برابر وزارت کشور و من معتقدم که همه ایرانیان از هر بخش و قشری که هستن فرق نمی کنه باید به این بتاب اعتراضات اعتراض روز 11 اردیبهشت اول ماه می ساعت 10 صبح در برابر وزارت کشور وزارت کار بپیوندن و در بتاب استان ها هم یا در شهرستان هم در برابر فرم اگه شما کنید برابر فرمانداری یا استانداری به حساب قرار است که اگه در شهری فرمانداری داره به شهری استانداری داره در اونجا باید جمع بشن. و من فکر کنم که وظیفه همه ایرانیان هست در هر بخش و قشری که اصلا فرق نمی کنه بپیوندن به این اعتراضات، برای اینکه ما اگر بتونیم کمک کنیم که یک بخشی از جامعه حقوقش رو بگیره، مطمئنا جامعه سالمی خواهد بود. و درست این است که ما همیشه تلاش کنیم برای اینکه دوستمون به حساب همکارمون بغل دستیمون به حساب بتونه به حقوقش برسه، باشه مطمئنم اون هم به ما چنین کمکی خواهد کرد و اون هم در تظاهرات ما خواهد آمد. من بگم گسترده کردن این تظاهرات، همه گیر کردن این به حساب خواسته های کارگری و اینکه دولت جمهوری اسلامی ببیند که مردم ایران همدیگر رو در صحنه هایی که به حساب واقعا مسئله زندگی روزانه است، نه مسئله زندگی تجملی، مسئله زندگی روزانه شون براشون مطرحه، تنها نمیگذارن و پشت هم میشتن. خواهش من این است که ما هممون به این بپیوندیم، به این تظاهرات اول ماه می در ایران و اون رو هرچه گسترده تر کنیم، به خصوص که حالا به اونم میرسیم. من فکر کنم در مورد مسئله زندانیان بند 35 هم باید همه با هم کمک کنیم که حالا من سر فرصت در مورد اون هم بعدا یک فرصت صحبت کنیم. نکته رو آقای پاشایی مطرح کردن که من باش موافقم. نکته این که هر درجه جامعه بتونه و طبقه کارگر در جامعه بتونه به پیشروی های دست پیدا کنه، هر درجه بتونه بهبود شرایط کاری، شرایط رفاهی، شرایط زندگی رو به چنگ بیاره در پس مبارزه خودش، جامعه و نه فقط کارگر تونسته به اصطلاح گام مهمی رو برای تغییرات واقعی و مادی در زندگی خودش داشته باشه. به نظرم در درجه اساسی پیشرفت طبقه کارگر، پیشرفت وضعیت معیشتی، وضعیت اشتغال، وضعیت کاری، وضعیت زندگی گره میخوره به یه فاکتور اساسی و تعیین کننده و اون هم مسئله سرنگونی رژیم آدمکشان جمهوری اسلامی هست. رژیم جمهوری اسلامی به مثابه مانعی
در قبال تمامی تحرکات آزادی خواهانه، برابری طلبانه، انسانگرایانه در جامعه تاکنون عمل کرده و نقش و رسالتش چیزی جز استثمار وحشیانه طبقه کارگر، دزدی‌های اموال به اصطلاح تولید شده توسط جامعه، غارت اموال مردم، چپاول اموال مردم، به طوری که می‌بینیم امروزه به اصطلاح آخوندهای میلیاردر میلیارد میلیارد ثروت جامعه رو در حساب‌های شخصی خودشون دارن و به اصطلاح این چنین زندگی انگلی رو انجام میدن. اول ماه می در این حال روز اعتراض بر علیه جمهوری اسلامیه، روز اعتراض بر علیه نظامی هستش که این وضعیت رو بر علیه کارگر ایجاد کرده. اگر به عقب برگردیم، به دوران پس از قیام 57 برگردیم و حاکم شدن رژیم آدمکشان جمهوری اسلامی، رژیم جمهوری اسلامی اولین تیرهای خودش رو به صف اعتراضی کارگران بیکار در اصفهان شلیک کرد و سینه کارگران رو هدف گرفت. بعد به کردستان حمله کرد، به ترکمن صحرا حمله کرد و به هر اعتراض آزادی خواهانه تعرض کرد و سرکوب کرد. یکی از خواستای اساسی کارگران در اول ماه می تشکل‌های مستقل و واقعی کارگران هست. کارگران باید بتونن حق داشته باشن و این حق طبیعیه و جز استانداردهای بین‌المللی هست که کارگران باید بتونن تشکل‌های مستقل خودشون رو، اتحادیه‌ها، شوراها، مجامع عمومی رو در محیط کار و محیط زندگی تشکیل بدن. در این حال سرکوب هر درجه تشکل و تلاش کارگری یک هویت رژیم جمهوری اسلامی بوده و گویا بندناف جمهوری اسلامی رو با این ضدیت با کارگر و تلاش‌های آزادی‌خواهانش به اصطلاح بریدن و به دنیا آوردنش. خواست تشکل‌های مستقل کارگری، ایجادشون، به وجود آوردنشون، شوراها، اتحادیه‌ها و غیره یک خواست مهم طبقه کارگر در این روز هست. اول ماه می روز جهانی کارگر، روز همبستگی کارگر، روزی هستش که کارگران اعتراض میکنن بر اثر در مقابل بنیادهای وضع موجود و این وضع موجودی که استثمار رو در جامعه به وجود آورده شکل داده و گویا شکل دیگری از تولید، شکل دیگری از رفع نیازمندی های همگان در جامعه موجود نیست مگر بر مبنای مناسبات استثمارگرایانه سرمایه‌دارانه. بی‌دلیل نیست که در صفوف اعتراضی اول ماه می ما شاهد قطعنامه ها، فراخوان ها، تراکت های سیاسی هستیم که به این منشأ نابرابری در جامعه اساسا اعتراض میشه. من همین فراخوان رو تکرار میکنم که اتحادیه آزاد کارگری و بخش های مختلف طبقه کارگر در جامعه ایران فراخوان دادن که در تجمعاتی که در مقابل وزارت کار یا فرمانداری ها و یا استانداری ها در شهرهای مختلف صورت میگیره شرکت کنید. اول ماه می روز همبستگیه، روز کارگر هست اما در این حال روز همبستگی با طبقه کارگر، روز نشون دادن اینه که ما در این مقابل وضعیت موجود در کنار کارگر در مقابل وضع موجود قرار میگیریم و تلاش میکنیم که در یک صفوف همبسته اتحاد مبارزاتی خودمون رو به پیش ببریم. من معتقدم ما فقط در طبقه وقتی طبقه کارگر میکنیم بعقیده من بخشی از توده گستردی از جامعه ایران است که کارمندن، معلمن، پرستارن، در بیمارستان کار میکنن، در صنعت نمیدونم حتی صنایع هوایی کار میکنن، هر کسی که کار جای کار میکنه و حقوق بگیرهش مطمئنا به حساب بود در جامعه ایران از وضع رفاهی خوبی برخوردار نیست. اگر جز باند آخوندها نباشه از وضع خوبی برخوردار نیست، باید برای به زندگی بهتر خودش تلاش کنه، باید برای زندگی بهتر خودش کوشش کنه. وقتی به حساب میبینیم سندیکای دولتی درست میشه، چه برای خانه فیلم در ایران تعطیل میشه، یکی مشابه اون درست میشه که در صنعت سینما رو میخواد تحت کنترل دولت در بیاره، در مسئله کارمندان شرکت واحد همین اتفاق میفته، سعی میکنن سندیکاهای مستقل رو تعطیل کنن و سندیکاهای وابسته درست کنن. سندیکاهای وابسته چه کار میکنن؟ دعوت میکنن از تمام معترضین که شما بیاین در فلان سالن، در فلان جو درود، در اتاق فلان اتاق در بسته بشینیم با هم صحبت کنیم. من معتقدم اونجا اون روش درست نیست، اون روشی است که میخواهند اعتراضات مردم رو خفه کنن و در حقیقت بپوشونن. کارگران، معلمین، کارمندان شرکت واحد، همه کسانی که اعتراض دارن به حساب به زندگی خودشون در ایران، به زندگی که به حسابشون تحت فشار است در ایران، باید به حساب در کنار هم بایستن و روز اول ماه می رو در برابر وزارت کار با هم باشن. من فکر کنم این درست است که ما فقط به کارگر بخوایم که آقا
به این کارگر حقوقی بدهید به اندازه‌ای که بتواند زنده باشد و مثلا فردا برگردد سر کار. طبیعتاً کسی که کار میکنه چون میگم بخش حقوق بگیره، جامعه باید بیمه درست برخوردار باشه، باید بیمه به حساب زمان بیکاری برخوردار باشه، باید بیمه به حساب درمانی برخوردار باشه، بیمه سوانح برخوردار باشه و دور زندگیش به نوعی بگذره که اگر در محیط کاری که داره به حساب در حقیقت کار میکنه و حقوقش رو به طور فیر به قول معروف به طور منصفانه میگیره، در این حال اگر روزی هم به دلیل لطمه خود صدمه خورد به اون به حساب محیط کاری رو پوشش بده و به حساب بهشون پوشش امنیتی رو بده نظر کاری که بدون به حساب در اون وضعیت مریضیش از امکانات رفاهی برخوردار هست. این در حقیقت نه تنها طبقه شامل طبقه کارگر میشه، تمام بخش های جامعه ایران که به حساب بود با مشکل معیشت مواجهن. من فکر میکنم که بسیار از کاسبان خورده پرپا کاسبان کوچک، نه به حساب فرزندان آقازاده ها یا فرزندان فرماندهان سپاه یا خود فرماندهان سپاه که با کشتی و با بندرهای آزاد جنس رو وارد ایران میکنن و در انحصار دارن، یا مثلا آخوندی که واردات شکر رو در اختیار داره، خب طبیعتاً اون رو فرزندانش با چنین مشکل مواجه نیستن. تمام حتی کسایی که من مغازه های کوچک دارن اونها با این مشکل مواجهن. دولت موظف هست که به حساب در دقیقت به اینها هم به پوشش های لازم رو بده، برای اینکه اگر فردا با مشکلی مواجه شدن، اگر تجارت که میکنن، بیزنس که میکنن با موفقیت رو بناشد، بتونه در خودش رو در خانوادهش رو در یک امنیت مالی نگه داره که بتونن به حساب به زمین نخورن. دولت من معتقدم تمام این وظایف رو داره، باید از این بخش پشتیبانی کنه. ما همیشه معتقدیم بیشترین رفاه، این شعار ماست، بیشترین رفاه برای بیشترین تعداد جمعیت در ایران باید همیشه موجود باشه و هر بخش رو میشه به نشست و به جدا جدا بررسی کرد و ببینید چه نیازهایی داره و باید همه اینا به صورت قانون برای دفاع از این بخش دمپکش جامعه در بیاد. یکی از مسائل اساسی که در سطح اپوزیسیون و نیروهای متفاوت اپوزیسیون مطرح است، مطالبات اپوزیسیون در قبال بخش‌های مختلف جامعه هست. مثلا مطالبات ما جنبش کمونیسم کارگری در رابطه با طبقه کارگر، مطالبات رفاهی فوری که داریم و همچنین مطالبات عمومی و دراز مدت. از نقطه نظر ما، از نقطه نظر جنبش کمونیسم کارگری، یکی از مسائل اساسی مسلماً این هستش که کارگر باید از حق تشکل برخوردار باشه، تشکل مستقل کارگری. اشاره هایی در این زمینه در بخش های قبلی صحبت شد. ما تلاش میکنیم، طبقه کارگر تلاش میکنه و این رو حق مسلم کارگران میدونیم و جز استانداردهای شناخته شده بین المللی هست که کارگر باید بتونه تشکل خودش رو داشته باشه. سوال اینجاست، چرا؟ چرا جمهوری اسلامی، حکومت آدمکشان جمهوری اسلامی از بدو تولد سیاه و خونین خودش در مقابل طبقه کارگر، در مقابل تلاش‌های طبقه کارگر می‌ایسته و شدیدترین به اصطلاح تعرضات، شدیدترین تیغ کشیدن‌ها رو بر پیکر کارگران انجام میده و در عین حال فعالین و سازماندهان طبقه کارگر رو به جوخه‌های دار و به جوخه‌های اعدام می‌سپره؟ و این ما رو می‌رسونه در پاسخ که ماهیت رژیم جمهوری اسلامی عملاً به لحاظ اقتصادی حفظ و بقای استثمار سرمایه‌داری در جامعه هست. آخوندای امام سفید، آخوندای امام سیاه، کسانی که اساساً تلاش می‌کردن امروز حکومت رو تحت لام حکومت اسلام یا حکومت اسلامی حفظ بکنن، به لحاظ اقتصادی حکومت طبقه سرمایه‌دار هستند که در مقابله با مردمی قرار گرفتن که میخوان سر به تنشون نباشه. نتیجتاً خواست تشکل یک خواست واقعی هست، تشکل‌های مستقل. ما در جمهوری اسلامی تشکل‌های دستساز دولتی رو داریم، مانند تشکل خانه کارگر، مانند تشکل‌های شوراهای اسلامی. تشکل کارگران نمیتونه پسوند اسلامی یا هر نوع پسوند دیگه‌ای داشته باشه. تشکل کارگران تشکل کارگریه، ابزار حاکمیت نیست، ابزار به اصطلاح خود کارگران هست، به دست خود کارگران باید به وجود بیاد، فعالین و رهبران و کارگری به وجودش بیارن. به این اعتبار یک خواست کارگران در این روز منحل شدن، نابود شدن تشکل‌های دستساز که نه تنها عامل انحراف بلکه عامل سرکوب تلاش‌های مستقل کارگری بودن. بخش‌های دیگه در رابطه با بیمه بیکاری، دستمزد و غیره هم در این زمینه بیشتر صحبت خواهیم کرد. ولی آقای جوادی میفهمم در مورد به حساب فشاری که جمهوری طبقه کارگر میاره،
من فکر کنم که جمهوری اسلامی در این یک مورد تنها موردی در زندگیش که بسیار منصفانه عمل می‌کنه، فقط به یه بخش فشار نمیاره، هر کسی دم تیغش بکتره بهش فرق نمی‌کنه، فقط کافی شما سرتو بلند کنید بیا آقا اینجا حق من کجاست، بلا فاصله سرت میزنن. یعنی این انصاف حداقل جمهوری آخوندها دارن که با مخالفینشون تبعیض قائل نمیشن، هر مخالفی که صداش در بیاد خفش مثلا گلوش میبره. رفتم دیدم به آقای رفسنجانی مصاحبه کرده بودن، ایشون خیلی به حساب چیز که گفتن آقا ما فقط بهائی‌ها رو نمی‌کشیم، ما مسلمان هم اگه مخالفت بکنن صداشون در بیاد می‌کنیم. شما ببینید وقتی در زندان اینها دراویش رو وادار می‌کنن که بعد مثلا سیبیل هاشون رو بتراشن، یا مثلا زندانی می‌بینن مثلا براشون فرق نمی‌کنه شما کارگری سنی هستین بهائی هستین مسیحی هستین، یا می‌رم خود مسلمان شیعه هستین که با این مخالفین، مخالف بعد بین بره مثلا بعد تعطیل می‌خواد بشه. حالا یه روزی کارگر سر در میاره اعتراض میکنه به حقوقش که دست بهش گرفتن که گردنشو میزنن، فردا به فعال سیاسی گردنشو میزنن، ولی اینو فرق نمیکنه جمهوری اسلامی. در این حال من معتقدم که من خودم میگم ما از یک طبقه به خصوصی که مثلا بگیم ما طبقه کارگر پشتیبانی نمیکنیم، ما معتقدم باید از توده از همه مردم ایران در برابر قانون باید با هم برابر باشن، میخواد دکتر باشه میخواد کارگر باشه، همون دکتری هم که میاد در بیمارستان کار میکنه بالاخره مطمئن باشه که اون رئیس بیمارستان تا اونجا که زورش برسه اگر بتونه حقوق کمتری بهش میده، دستمزد کمتری بهش میده، حالا شاید در مقایسه با کارگر بیشتر بگیره، ولی اونم به حساب این اصولا طبیعت انسانی است که وقتی به جایش کاری کرد باید دلش میخواد به حساب هرچی بیشتر به طرف جیب خودش بذاره. اونجاست که به حساب نقش دولت ها معلوم میشه و نقش به حساب قانون مشخص به حساب خودشونشون میده که قانون باید در هر کجا مراقب باشه که هر کسی به طور منصفانه رفتار کنه و هر کسی به اندازه زحمتی که میکشه حقوقش رو بگیره، حالا تو چه میخواد معلم باشه دکتر باشه پرستار باشه فرق نمیکنه بگیره، و ما خودمون رو موظف بدونیم که از همه اقشار جامعه در هر نقطه‌ای که هستن به حساب پشتیبانی کنیم، دفاع کنیم و حقوق منصفانه رو بر همه بخش‌های جامعه حاکم کنیم. من معتقدم کشورهایی که اصطلاحاً بهش میگن کشورهای سرمایه‌داری با یک خیلی همچین حالت خیلی وحشتناکی که دور ببینید انگار تمام تنش می‌لرزه که آقا سرمایه‌داری بسیار به کارگرانشون بهتر و منظم‌تر و خوشبخت‌تر از کارگر در کشورها تا کشورهایی که با شعار دفاع از کارگر و دفاع از حق کارگر آمدن روی کار از 70 80 سال پیش و پدر کارگر در آوردن و کارگر وقتی سر کار بودن همون کارگر رو بدبخت کردن. نباید از یک بخش به خصوص از جامعه پشتیبانی کرد، بلکه باید از همه جامعه پشتیبانی کرد، از همه بخش‌های جامعه پشتیبانی کرد و حق و حقوق در همه جا برای همه مساوی و برابر دونست. ببینید علاوه بر مسئله و مطالبه تشکل مستقل کارگری، تعصب کارگری، یکی از اهرم‌های اساسی که کارگر میتونه در جامعه حق خودش رو دریافت بکنه، مطالبه کنه و براش پافشاری بکنه اعتصابه. اعتصاب کارگری یعنی متوقف کردن چرخهای تولید، و اینکه اگر در جامعه اعتصاب کارگری آزاد نباشه باید بدون هیچ تردیدی حکم به ضد کارگری بودن شرایط و قوانین در اون جامعه داد. جامعه‌ای که آزادی اعتصاب کارگر رو، آزادی اینکه کارگر آزادانه مطلعانه در یک تصمیم پروسه جمعی درخواست میکنه و به اطلاع میرسونه که ما به خاطر نارسایی ها در کار، به خاطر نابرابری، به خاطر دستمزد پایین، به خاطر دستمزدهای پرداخت نشده، به خاطر عدم ایمنی در محیط کار، به خاطر عدم بهداشت در محیط کار دست از کار میکشیم و این در جامعه ممنوع اعلام میشه و قوای نظامی، قوای سرکوبگر برای به کار برگردوندن کارگر روانه کارخانجات و مراکز تولیدی و یا مراکز خدماتی میشه، این جامعه رو بهش میشه گفت در ابتدا که یک جامعه ضد کارگری هستش. نتیجتا شاخصهای روشن و معینی هست که نه تنها ما بلکه همه اپوزیسیون باید در قبالشون به اصطلاح اعلام بکنن که چه تعهدی در این زمینه دارن. جامعه ای که تشکل و حق تشکل کارگری رو آزاد نشناسه، حتی در شرایط اضطراری و یا شرایط به اصطلاح نرمال در جامعه، اگر تحت عنوان شرایط اضطراری آزادی تشکل ممنوع بشه، اگر تحت شرایط اضطراری به اصطلاح آزادی اعتصاب ممنوع بشه، اینا به اصطلاح دریچه هایی هستند که ازش برای تعرض به کارگر میخوان استفاده کنن. نتیجتا آزادی اعتصاب یکی از مفاد اصلی هر قانون کاری هستش که حتی بویی از مسئله برده باشه. اما مسئله اینجاست که من برخلاف آقای پاشایی فکر نمی‌کنم که طبیعت انسان
و ذات انسان به اصطلاح با سود پرستی، با منفعت شخصی پرستی و غیره به اصطلاح زاییده میشه. انسان موجودی هستش که در دوران تولد خودش و در عنفوان تولد خودش لوح خام نانوشته‌ای هست، یک سی دی نانوشته‌ای هستش که به اصطلاح جامعه مناسبات خودش رو، تلقیات خودش رو، تصورات خودش رو از اینکه چی باید بود به اصطلاح به خوردش میدن. سیستم آموزشی، سیستم به اصطلاح خانوادگی و رفتار اجتماعی چنین چیزی رو میدن. و تمام مسئله اینجاست که در طول تاریخ اینطور نبوده و قرار نیست اینطور باشه. قرار نیست جامعه چرخش روی دوش کارگران بچرخه، کارگران زحمتکشترین بخش جامعه باشن، بیشترین تلاش و کار رو در جامعه انجام بدن، اما خودشون محروم باشن. و سوال اینجاست که چرا؟ چرا اینطوره؟ شاید آقای پاشایی مثال بزنن، برفرض بگن در جوامعی تلاش‌های کارگران برای به قدرت رسیدن و نابودی استثمار شکست خورد. شاید این منطقی درش وجود داره. اما نمیشه تلاش کارگر رو برای اینکه میخوام آزاد باشه و میخواد با آزادی خودش جامعه رو آزاد کنه، سد کرد، مانع در مقابلش قرار داشت و به اصطلاح به انواع بیراهای برد. مسئله اینجاست که اگر ما ریشه ستمها، نابرابریها، استبدادها، فسادها، فحشا، بیکاری، کار کودکان، تصور بکنید برای یک لحظه در جامعه که چندین میلیون کودک کار داره، کودکان نحیف با دستان نازک، با انگشتان نازک باید صبح تا شب کار بکنن تا به اصطلاح زندگی خود و خانوادهشون رو تأمین بکنن. شرم‌آوره که جامعه بشری کماکان دارای چنین وضعیتی هستش. وقتی که نگاه میکنیم، از بالا نگاه کنیم به این جامعه، از خودمون سوال بکنیم آیا زندگی دیگه ممکن نیست؟ آیا دیگه ممکن نیست که بشر گرسنه نباشه، بی خانمان نباشه، بی مسکن نباشه، همگان از رفاه برخوردار باشن، همگان؟ و سوال اینجاست که اون چه نظام اقتصادی میتونه باشه؟ پاسخ اینه که سرمایه‌داری نیست. سرمایه‌داری این وضعیت موجود رو حفظ کرده. پاسخ آقای پاشایی نسبت به این مسئله که نظام سرمایه‌داری حافظ به اصطلاح بهتر برای کارگر هست، به نظرم با واقعیت عملا تطابقی نداره. نشون داده شده که کارنامه نظام سرمایه‌داری چیزی جز استثمار طبقه کارگر، حالا بر حسب اینکه کجا زورش بیشتر بچربه، نیستش و زندگی رو بر اکثریت عظیم تولید کنندگان فقط سیاه و تباه کرده و یک شکاف عظیم طبقاتی رو به وجود آورده. بله، خب هم نظرید چی بگم من؟ آقای جوادی فرمان که به حساب انسان لوح نانوشته درست میفرمان، در تعریف درست میفرمان، ولی عملا در کشوری که ما داشت زندگی میکنیم و حکومتی که بر جامعه ما حاکم است و فرهنگی که ظرف 400 سال بر سرزمین ما حاکم شده است، طبیعتا این خصلت رو در اون جامعه جا انداخته. آخوند امروز بر جامعه فرهنگ رو غالب کرده است که انسان باید به دنبال سود شخصی خودش باشه. میبینیم متاسفانه در کمال تاسف من میبینم بسیار از ایرانیان از این فرهنگ جامعه ناراضی هستن، ولی مسلط شده به خاطر رفتار آخوندها در ظرف 35 سال گذشته و 1400 سال قبل از اون. به همین دلیل ما باید به حساب سوایی که به لوح شریف انسانی معتقدیم، به شرافت انسانی معتقدیم، باید قوانین رو هم حتما به نوعی بنویسیم و به نوعی تنظیم کنیم که این قوانین و شرافت انسانی با هم تطبیق بکنن و همدیگر کامل بکنن. نمیتونیم به طرف اینکه مردم به حساب با یک لوح پاک به دنیا آمدن، در بچگیشون بیگناه بودن، حتما در سن 60 سالگی هم مثل آقای رئی شهری و مثل آقای به حساب نمیدونم جنتی حتما بازم با شرف خواهم بود، که همشون نمونه ها و سمبول های شرف هم واقعا. به همین دلیل اون سیستم آموزشی موجود هم باید تغییر بکنه که امروز در جامعه هست. سیستمی که به شما میآموزه، میگه آقا وقتی کسی با بچه تو تصادف کرد، برو و اینو بکشش و خونش رو بریز و بعد این حالا از این انتقام گرفتن لذت ببر که من تونستم یک نفر دیگه ای رو کشتم و انتقام بچه‌مو گرفتم و این خصلت خشونت قلبی رو در جامعه حاکم میکنه. من این چرا فرهنگی است؟ واقعا من با دلیل فرهنگ حتما باید از بقیه من از قوانین بسیار محکم و منضبطی برای دفاع از حقوق طبقه زحمتکش استفاده بشه. آجا میفهم کارگران میخوان کارگرها اگه آزاد باشن جامعه رو آزاد میکنن. من مطمئن نیستم که چه نه تنها کارگرها، هر بخشی از جامعه. من مثلا من میگم اگر نظامی ها آزاد بشن جامعه رو آزاد میکنن، دکترها آزاد بشن جامعه رو آزاد میکنن، نه چنین چیزی نیست. ما همه جامعه رو باید آزاد کنیم. جامعه وقتی آزاد بشه که همه اقشار مختلف جامعه با هم برابر باشن و در ساختن کشورشون با هم شریک باشن.
دنیا تاریخ دنیا ثابت کرده است وقتی یک بخشی از جامعه حاکم شد بر کشوری مطمئنا حقوق بخش های دیگر خواهد بود، هر چقدر منصف باشن، هر چقدر انسان باشن، هر چقدر شریف باشن، یواش یواش قدرت خصلت داره که انسان رو به طرف به حساب پیش میبره، مگر اینکه همه جامعه به حساب دستشون باد باشه، قوانین برای همه مساوی باشه، بتونه همه با همون کشور اداره کنن، فرق نمیکنه مرد و زنش، کارگر به حساب زن با زن معمول هیچ توفیقی نمیکنه، کارگر مرد با مرد معمول هیچ توفیقی نمیکنه، همشون باید با هم در برابر قانون برابر باشن و همه باید با هم کار کنن. جوابی درست میفرمان، واقعا کودک به حساب با کار کودک کار یک شرم است برای هر جامعه که توش باشه، واقعا باید ما به حساب به عنوان ایرانیان از خودمون شرمنده باشیم که در سرزمینمون میلیون ها جواب بچه میتونه جوان که چرت کنن بچه زیر سن قانونی دارن در بازارهای کار کار میکنن و به حساب کارفرما باید شرمنده باشه که از اینها کار میکشه. نمیدونم که واقعا من بارها خودم سوال کردم، نگاه کردم به نقاط مختلف دنیا، به کشورهای مختلف دنیا، واقعا خودم پرسیدم این سرمایه داری که ازش تهمت میشه و این قدم به تابش با تنه میزنیم، این کارگر تی کس برای جواب نده، کارگر در آمریکا بعدش خوشبختتر و راحتتر از کارگر که در شرکت فورد کار میکنه، کارگر که در شرکت نمیدونم جنرال موتور کار میکنه، کارگر در شرکت یا کارگر که در چین روزی 18 ساعت به حساب بدبخت کار میکنه، روز وقت هم میخواد بخوابه رو تختای مثل آسایشگاه 8 طبقه رو هم دیگه مثل کنسرو میخوابوننشون، اصلا کشور کمونیستی است، اصلا کشور کارگری است، اصلا طبقه نم حکومت کارگران است، بعد سرزمینشون اینم یک لغت پرتم طراقه و خودش میگم کشور کمونیستی میگم کارگری چین این حرفا، در آلبانی بهتره، در کوبا بهتره، در کدام کشور داد از که بین رفتن، در کدام کشور کمونیستی کارگر زندگیش بهتر از کارگر آمریکایی و فرانسوی و انگلیسی بود و حقوق و حق اعتراض و حق تظاهرات و حق به حساب نمیدونم سندیکات سازیشون بیشتر از اینها بود؟ من میتونم بگم امروز کارگر در آمریکا و حقوق کارگر در آمریکا پدر کارفرما رو سوزونده، بسیاری از صاحبان صنایع از کشوری از این کشورهای سرمایه‌داری به دلیل قوانین که به نفع کارگر وجود داره حساب کارخونه‌هاشون رو ول می‌کنن، میرن در مکزیک بغل که اونجا باز میشه به حساب مدیر به کارگر زور گفت، میرن در چین که کشور کمونیستی آمریکا، همتون میدونید بخش عمده‌ای از کارخانه‌های معظم آمریکایی به دلیلی که در چین کارگر ارزان قیمت وجود داره و کارگر آمریکایی نمی‌صرفه به دلیل به حساب صدها بیمه و به حساب پشتیبانی دولتی داره، مجبور بردن در چین کارخونه‌هاشون رو، بلکه دولتشون گفت آقا بیاین اینجا، خیلی معذرت می‌خوام لغت استفاده می‌کنم، گور پدر کارگر، من خودم حسابشون مثل چیز کار می‌کشم براتون. من فکر کنم به حساب کشوری درسته، صاحب می‌خواد سرمایه‌دار باشه، می‌خواد نباشه، که در اون کشور شما آزاد باشین، سخن بگین، اعتراضات آزاد باشه، سندیکا آزاد باشه و این چیزی نبوده است که تا به امروز در هیچ کشور کمونیستی ظرف این 100 سال وجود داشته باشه آزادی. ولی در همون سرمایه‌داری نادرست وجود دارم اینا. یه نکته‌ای که به نظرم آقای پاشایی میگن و نکته مهمی هست و باید پیرامونش بحث کرد این هستش که این ادعا یا این حکم که کارگر با آزادی خودش جامعه رو آزاد میکنه رو شاید باید اثبات کرد. به نظرم مهمه اثبات این مسئله و چرا این واقعیتی هستش که کارگر با آزادی خودش جامعه رو آزاد میکنه، نه اینکه یک نوع جامعه استثمارگرانه دیگر، یک نوع تداوم طبقات حاکم و محکوم در جامعه، بلکه آرا جای محکوم و حاکم عوض شده باشه به اصطلاح ادامه پیدا کنه. ببینید طبقه کارگر در جامعه در زمره به اصطلاح زحمتکشترین، خالق ثروت‌های جامعه، نیروی هستش که کار و تلاش جامعه روی اون طبقه استوار هستش، روی تلاش‌های اون طبقه استوار هستش و در حقیقت قوی‌ترین حلقه زنجیر نابرابری و ستم در جامعه است و چنانچه این حلقه در هم شکسته بشه، آزاد بشه، یعنی قوی‌ترین حلقه استثمار و طوق بردگی در جامعه در هم شکسته شده، در هم پیچیده شده، نتیجتاً کل بخش‌های دیگه جامعه که در زیر ستم جامعه سرمایه‌داری قرار دارند از این وضعیت خلاص میشن، آزاد میشن. کارگر هیچ منفعتی نداره که زن در جامعه مورد به اصطلاح تعرض قرار بگیره، زن و مرد برابر نباشن. برای همین است که در قطعنامه‌های اول ماه مه کارگران می‌بینیم که مطالبه آزادی و برابری بدون قید و شرط زن و مرد در جامعه یک مطالبه است. کارگر هیچ منفعتی نداره که جوونش در جامعه و جوانان در جامعه
بخشن دچار اعتیاد باشن، بخشن دچار ناامیدی و افسردگی باشن، بخشن دچار انواع به اصطلاح روش‌های ناسالم برای تأمین معاش و زندگی باشن، بخشن به تنفروشی روی بیارن تا بتونن زندگیشون رو بگذرونن. کارگر در این سهم نیست، چرا که بخشی از پیکره خود این طبقه که اصلی ترین طبقه و اکثریت عظیم جامعه را تشکیل میده دچار چنین وضعیتی است. بیماری های متفاوت در موجود در جامعه بیماری هایی هستند که پیکر طبقه کارگر رو در عین حال به اصطلاح دارن میخورن و دارن نابود میکنن، و وقتی که طبقه کارگر این پیکره رو در هم میشکنه، این زنجیر اسارت کار مزدی نظام سرمایه‌داری رو در هم میشکنه، با خودش تمامی این بلاها و مصائبی که ناشی از وجود سیستم سرمایه‌داری هست پاک میکنه. معمولا اشاره میشه به تجربیات شکست خورده، به چین، برفرض به شوروی سابق. من اولین کسی خواهم بود که اعلام خواهم کرد که چین اتفاقا بهشت موعود سرمایه‌دارانه، بهشتیه که سرمایه‌داران و به اصطلاح نیروهای سرمایه‌داری میخوان که بتونن چنین وضعیتی رو ایجاد کنن. کوچکترین فرقی نمیکنه که تحت لوای به اصطلاح حکومت دموکراتیک خلق چین دارن انجام میدن. ماهیتش روشنه، همونطوری که حکومت اسلامی با ادعاهای به اصطلاح مستضعف پناهانه اومد، ولی ماهیت سرمایه‌دارانه اسلامی ضد کارگر، ضد زن، ضد جوونش از پیش روشن بود. ببینید سوالی که در مقابل ما قرار میگیره مستقل از تمام جدل‌هایی که نیروهای اپوزیسیون داشته باشن، این سوال هستش که در جامعه سرمایه‌داری شما تا زمانی که کار بکنید و کارتون برای سرمایه‌دار تولید سود بکنه میتونید زندگی بکنید، میتونید از معاش برخوردار باشید، از معاشی برخوردار باشید. اما سوال اینجاست، وقتی که کار نبود، کارتون سود برای سرمایه‌دار تولید نکرد، وقتی که بحران اقتصادی بود از خدمات اجتماعی میزنن، استثمار رو بیشتر میکنن، بیکار میکنن، ساعت کار رو افزایش میدن و غیره. و سوال اینجاست چرا؟ چرا ما نمیتونیم؟ چرا بشریت باید در مقابل این مطالبه پایه‌ای قرار بگیره که به جای تولید سود برای سرمایه‌دار نظامی تولید کنیم که همگان برای رفع نیازمندی‌های اقتصادی همگان تلاش کنند و همگان به میزان نیازشون به محض چشم گشودن به این جهان و به این زندگی از نیاز مواهب تولید شده، محصولات تولید شده بهره مند باشن؟ چه ایرادی توی این سیستم اقتصادی داره؟ میگن تجربیات شکست خورده. تجربیات شکست خورده رو به دور بندازیم، مگه تاریخ به اصطلاح جوامع سرمایه‌داری رو فراموش کردیم که با عرق و خون و شمشیر و به اصطلاح آتش بنا شده؟ مگه نمیدونیم که در جوامع سرمایه‌داری چه شکاف عظیم طبقاتی وجود داره؟ همین جامعه سرمایه‌داری آمریکا چند میلیون بی خانمان وجود دارند، چندین ده میلیون به اصطلاح کودک فاقد بیمه های بیکاری هستند، چند درصد جامعه بیکار هستند و به اصطلاح کاری ندارن و مجبورن گوشه خونه باشن در عین حال اینکه آماده به کار هستند. جامعه سرمایه‌داری رو نمیشه مثال زد، نمیشه به مرگ گرفت که به تب به اصطلاح رضایت بدیم. مسئله اینجاست که یک جامعه آزاد، یک جامعه انسانی ممکنه، مقدوره. شاید بگن ما ایدالیست هستیم یا ایدئال‌های بزرگ انسانی داریم. اذعان میکنم، من شخصا اذعان میکنم به این اتهام که ایدئال‌های بزرگ انسانی برای جامعه بشری داریم و نمیخواهیم این وضعیت موجود، این استثمار، این ستم تداوم پیدا کنه. بشر شایسته زندگی بهتری هست. آقای جوادی چه گفتیم شما به حساب این آرزوها نداشته باشه؟ آرزو که خیلی هم خوبه، ولی آرزو خوب که کم به حقیقت هم نزدیک بشه در دنیای ریالیستی. شما مانع ایجاد نکنین، مانع ایجادش میکنین. شما میفهمین که کارگرش منفعتی ندارد که زن و مرد برابر نباشن، 100% درسته. بنده هم معتقدم کارگرش مخالفتی نداره، بلکه بخشای دیگه جامعه فکر نکنم مخالفت. مگه معلمان مگه مخالفن که زن و مرد برابر باشن؟ مگه مثلا دکترها مخالفن که زن و مرد برابر باشن؟ هیچ کس مخالف نیست. من معتقدم خوبی های برای جامعه که همه ازش به حساب طالبش هستن و همه اونو میخوان و همه پشتیبانشن رو به یک طبقه به خصوصی از جامعه به حساب نباید فقط به حساب مختص کنیم. طبیعیست به حساب هیچ کاری نه تنها کارگران اصلا نه تنها نمیخوان، متنفرن که جامعه معتاد باشد، فاحشه باشن، نمیدونم کار ناشایست بکنن، دزدی بکنن. بخشای دیگه جامعه هم همینن. من فکر کنم معلمان هم همینن، هنرپیشه های سینما هم همین فندیشو فکر دارن،
نمیدونم رانندگان شرکت واحد هم همین فکر اندیشه دارن، رانندگانی که در بیابون ها بین شهر به شهر به اطراف همون هم کار هم نقل انجام میدن، در بندرها اون هم همین هم فکر دارن، همه هر آدم سالم این فکر داره، فقط به بخش به خصوصی از جامعه به اطراف مختص میشه. میفهمید که حکومت به اطراف چه میگم دموکراتیک خلق چین، حکومت دموکراتیک خلق چین امروز 10-15-20 سال است که به حساب اینجوری به دست پای آمریکا و اروپا و غرب افتاده است. 60-70 سال پدر مردم چین و بخشی از دنیا رو درآورد. معلم ولی برای بخشی از عمده از کمونیست‌های دنیا چین الگو بود. کتاب سرخ ماو و رفتن به چین و در آموزش دیدن در چین و یاد گرفتن که چجوری باید کارگر رو به حساب لباس یه فرم پوشون، همه رو یه فرم زندگی کنن، از آقای ماو تا سطح به حساب کادر رهبری تا کارگران همه با یه لباس های یه فرم یخ بسته باید زندگی کنن. این دوران هم گذروندیم، ولی اونها هم بالاخره به این جنبندی هستن که نمیشه جامعه رو اونجا داره کرد. اگر میخوان جامعه رو داره کنن باید درش رو باز کنن، باید به حساب کار تولید کنن، باید سرمایه بیاد و کار تولید کنه تا بتونن شکم چند میلیارد چینی رو سیر کنن. حالا درست است که بعد از این به حساب 20 ساله وقتی در باز کردن یواشاش به دوزی هم مفتاد مثل آخوندا شروع کردن هر چی به حساب شرکت گلوگندت بردن برای خودشون رو وارد کردن، ولی اونا در حقیقت همین هست، سرنوشت همین هست. شما هر وقت در جامعتون یه بخشی از جامعه رو گرفتید گفتید آقا ما میخوام حق اینا رو بگیریم، باید حق باقی رو پایمال کنیم. من معتقدم زمانی جامعه سالم خواهد بود که ما برای تمام بخش های مختلف جامعه به طور مساوی، فرق نمی کنه شما ارتشی هستی شما معلم هستی، باید همه به طور مساوی باید به حساب از حقوق برخوردار باشن و در برابر قانون برابر باشن و حقوقشون در برابر به حساب از دستمزد قانون باید برابر باشه. باید هیچ بخشی از جامعه بر بخش دیگری از جامعه برتری و اولویت داره. در این چیزی است که در یک اندیشه دموکراسی لیبرال ازش گفته میشه، محترم شمردن حقوق فرد انسانی، انسان نه به دلیل کارش، نه به دلیل نوع کارش، بلکه به دلیل زنده بودنش و انسان بودنش در اون جامعه حقوقش محترم باید باشه. هر کسی هر کاری که میخواد دلش بخواد بکنه، هر نوع به حساب شغل رو خوش میخواد انتخاب کنه میره خودشه، ولی حقوقش و به حساب قوانین باید در برابرشون برابر باشه برای همین برای همشون در برابر هم دیگه. آقا جان میفهمید در این کشورها کارگر بچه‌ها بدبخت میشن؟ نه، در همین کشور آمریکا یک سرمایه‌داری که به حساب رفقای کمونیست ما توف و لعنت میکنن، اگر شما به حساب بچه‌ها که تا سن 17 سالگی اگر پدر مادر درآمد به اندازه کافی نداشته باشن که بتونن به حساب چیت کنن، جدول دارن چارت دارن، شما اگر مثلا زیر اگه اشتباه نکنم اگه تا زیر 20000 دلار 24000 دلار درآمد داشته باشی در سال، دولت به حساب شما بیمه های دولتی میده تا یه حدی. اما اگه شما نمیتونی هم بری خود درآمد داشته باشی، هم مثلا بعضی از دوستان جوادی مثلا تا 200000 دلار درآمد داشته باشی، هم بخواد به دولتی بگی، نمیشه اونجوری، نمیشه. یعنی شما باید حقیقتا نداری مالی در مضیقه باش که بخواد اینو دولتی بگی، من شما باقای جوابی شوخی بکنم چون نمیگیره. ولی در اینجا خب مثلا شما اگر بری بیمارستان، وارد بیمارستان بشی، نشون بدی درآمد ندارن، بیمارستان دولتی هستن، شما با مصاحبت میکنم، من دیدم دوستان ایرانی که از ایران آمدن اهرار رسیدن اینجا، رفتن در بیمارستان، عمل قلبشون هم کردن، کسی ازشون پول چون درآمدی نداشتن که ازشون پول نخواسته ازشون، براشون یه فرم پر کردن، خاطر مدت دو ساعتی طول کشید از این فرم رو پر کردن و خلاص رفتن کردن کارشون. این نیست که شما چون سرمایه دارید باقی رو دست در فقرا رو دست پا له میکنن و میکشن و که زنده نمونه که بدبخت سر حی بشه، نه چه خبری نیست. در هر کشوری به تناوب آدمای به حساب هستن که مشکل دارن، زندگیشون به سختی میگذره، راحت نیستن، حالا بعد ببین مشکل، ولی در هیچ کجای دنیا بقیده من بهشت موعود نیست، همه جا مشکلات وجود داره، حالا فقط مقدار کمتر و بیشتریش مهم است، نوع قوانینش مهم است که به چه ترتیب قوانین رو تنظیم میکنن و آیا اون قوانین وقتی تنظیم شد شما در برابر قانون و در برابر دادگاه مساوی هستی یا نیستی. بنده یا هر آدم دیگه در ایران بره برابر قانون، اگر این طرف امامت سرش باشه حق با اونه، حالا میخواد هر کاری که عده باشه مهم نیست. در اینجا در این کشورهایی که من زندگی کردم، در کشورهای غربی که من به حساب خودم رو بخش هاشو به عنوان الگو نگاه میکنم، چنین چیزی نیست. شما به راحتی میتونی پلیس سر خیابون پلیس رو دستشو بگیری ولی دادگاه به دست آقای جاج اونجا نگاه میکنه، بعدم قاضی هم نگاه نمیکنه ببین کی پلیس کی شخصیه،
منصفانه نگاه میکنه و حقیقتا تو این چند باری که من پلیسی بردم دادگاه همیشه منصفانه نگاه کردی. شرافتانه میخوام بگم پاشای پرهیز کنید چون بعدم براتون پرونده درست میکنم. نه چرا؟ ببینید چند تا نکته من میخواستم. جریمه گرفتم، پلیسی بردم دادگاه، گفتم آقای من مصطفی صحبتی که به من نوشته درست نبوده، من داشتم مثلا 5 سال نشه 65 قاضی اونجا به دلیل و مدک و فلان یارو خاطر نشون بده ثابت کنه که آدم تون رفته. اما شما در ایران نگا میتونید چه کاری کنید پلیسی به دادگاه؟ اون که در ایران جای خوده. ببینید تبلیغات ضد کمونیستی چاره پاسخ به آلترناتیو کارگری و کمونیستی برای شرایط امروز نیست. باید به چشم واقعیات نگاه کرد، حقیقت گفت. ببینید به آلترناتیوی که من در مقابل شما قرار میدم، من و شما بحث میکنیم، درسته؟ آلترناتیوی که من ارائه میدم، میگم جامعه کارگری امروزه، طبقه کارگر داره اعلام میکنه که ما فردایی میخواییم که همگان درش آزاد باشن، همگان. ما فردایی میخواییم که همگان درش برابر باشن، نه فقط حقوقاً برابر باشن که باید حقوقاً برابر باشن، هیچ گونه تبعیضی چه بر حسب جنسیت، چه بر حسب به اصطلاح شغل، چه بر حسب محل زندگی، محل تابعیت، محل تولد، تکلم به زبانهای مختلف نباید اعلام باشه، بلکه میخواییم که جامعه طوری باشه که همگان از امکانات برابر برای رفع نیازهای خودشون برخوردار باشن. کسی فقیر نباشه، کسی گرسنه نباشه، کسی بی خانمان نباشه، کسی بی مسکن نباشه، کسی ناچار نشه فرزندش تن به تن فروشی بده تا بتونه زندگی و شهریه و دانشگاهشو بگدر بیاره و این وجود نداشته باشه. ما نمیخوایم چنین وضعیتی باشه. ما نمیخوایم کسی ناچار بشه به اصطلاح تن به تن فروشی بده، کوتکی ناچار بشه کار بکنه، انسانی بیکار باشه در شرایطی که آماده به کار هستش. ما جامعه رو میخواییم که رفاه داشته باشه، همگان مرفه باشن به میزانی که توان اقتصادی جامعه اجازه میده. جامعه میخواییم که عدالت قضایی، عدالت اجتماعی درش برقرار باشه. شما به من بگید، در انصاف بگید، تبلیغات ضد کمونیستی که به اصطلاح زرادخانه های تبلیغاتی جهان سرمایه‌داری که برای حفظ وضع موجود در مقابل تلاش کارگر و کمونیسم و تلاش سوسیالیسم انجام میدن به کنار بذاریم برای لحظه، به این واقعیت بچسبید که اگر تلاش کارگر نباشه، اگر سوسیالیسم در جامعه موجود نباشه، جهان موجود به یک منجلابی بیشتر تبدیل نمیشه که بر فرض دست تعرض طبقه سرمایه‌دار، چه در چین، چه در روسیه، چه در آمریکا، چه در اروپا، چه در آفریقا، چه در آسیا، بر علیه طبقه کارگر به اصطلاح باز میشه و تعرض میکنه. امروز روز جهانی کارگره. من دوست دارم در این لحظات پایانی باز مجدداً این روز رو به همه کارگران، به همه آزادی خواهان، به همه برابری طلبان، به همه کسانی که برای یک زندگی و دنیای بهتر تلاش میکنن تبریک بگم. در این حال تشکل اتحادیه آزاد کارگران اعلام کرده که در تهران در مقابل وزارت کار 11 اردیبهشت تجمع خواهد بود، مطالبات کارگری رو مطرح خواهند کرد. به این اعتراضات بپیوندید در شهرستان‌های مختلف در مقابل فرمانداری‌ها و استانداری‌ها و با پیش بردن اعتراض کارگر، جامعه گام‌هایی به سوی آزادی برای همگان برمی‌داره. خیلی ممنونم. آقای جوادی می‌فرمایید که کارگران می‌گویند ما جامعه می‌خوایم برابر، مساوی، نمی‌دونم کسی به کسی تو نگه. همه اینو می‌خوان. بسیار کار خاص خوبیه. من دست کارگران می‌بوسم بخاطر چه خواسته‌ای. ولی یادم نره که این خواسته توده جامعه است. همه مردم جامعه اینو می‌خوان. تمام بخش‌های مختلف جامعه فکر کنم مثلا کسایی که داشتن مثلا نمی‌دونم در صنف میوه فروشان هستن مثلا به نه آقا ما میخوایم حتما یکی بخش به بخش دور بگی، همه با برابری میخوان. بسیار خواسته خوبی است، بسیار خواسته به جایی است. منم مثل آقای جوادی به حساب از همه دوستانم در ایران و کسانی که صدای ما رو میشنون خواهش میکنم اول ماه می رو فراموش نکنیم، 11 اردیبهشت رو فراموش نکنیم، در ساعت 10 صبح در برابر وزارت کار باشیم، در شهرستان ها هم در برابر استانداری ها و فرمانداری ها باشیم. فرق نمی کنه که امروز اول ماه می است یا روز بهتر دیگه. همه ما باید از کارگران کشورمون، از معلمان کشورمون، از حقوق بگیران و موز بگیران کشورمون دفاع کنیم و پشتیبانی کنیم و بدونیم که اگر ما همه با هم باشیم کشوری بهتر و سرزمینی آزادتر خواهیم داشت. موفق و پیروز باشید. شب و روز همگی خوش. به امید یک اول ماه می پرشکوه در همه نقاط.